دوستانم سلام، دوستان عزیز سلام. سه شنبه 28 آبان و 19 نوامبر هستیم و امروز پنجمین روز قیام باشکوه مردم ایران هست. چند نکته هستش که بسیار ضروری هست. یکی از دشمنان مجاهدین و مقاومت در صفحش نوشته که من در یک مصاحبه ای با ایران اینترنشنال مدعی شدم که مجاهدین قیام رو سازماندهی کردن و سازمانده این قیام هستند و این کار را از 16 ماه پیش کردن. البته من به این صورت در ایران اینترنشنال نگفتم. من گفتم که قیامی که در ایران هست در حال حاضر قیامی نیستش که سازماندهی شده نباشه و خود به خودی باشه، و گفتم که مجاهدین هم که از 15-16 ماه پیش کانونهای شورشین رو در ایران سازماندهی کردن و این کانونها بیلانهای خودشون رو داشتن. البته ایران اینترنشنال اجازه نداد من حرفم رو بزنم. این مصاحبه لایو رو خب چون لایو بود منتشر کرد، ولی بعدش دیگه توی سایتاش نذاشت. یعنی برخلاف همه مصاحبه‌های دیگه که شما می‌بینید، اگر همه فضای مجازی رو بگردید این مصاحبه رو پیدا نمی‌کنید و کپیش رو هم که من خواستم به من ندادن تا الان که با شما صحبت میکنم. و همین دشمن مقاومت تو صفحش باز گفته که یک نفر از فرشگر به اسم اعتمادی توی بی بی سی گفته که قیام رو ما سازماندهی میکنیم، یعنی طرفداران سلطنت و نظام پهلوی سازماندهی میکنن و قیام تحت هدایت و رهبری اوناست و اومده نتیجه گرفته که به اصطلاح من و اون هر دومون یه حرف میزنیم و اونم مصادره قیام هست و میخواییم که قیام رو مصادره کنیم. من اومدم اینجا این توضیح رو بدم که اگر که من اون حرف زدم، ماهیتا با حرفی که اون عضو فرشگر زد دو تا روی کرده 100% متضاد داره و رو در رو. اگر که من اون حرف رو زدم، هدفم تقویت قیام بود نه مصادره قیام، چون سازمان مجاهدین و مقاومت ایران دلیلی برای مصادره چیزی نداره. بیلان 40 ساله فعالیت نیروهای سیاسی مخالف رژیم در خارج کشور و در داخل کشور پیش روی ماست. کسی نیازی به این نداره که بخواد به یک سازمان مجاهدین چه سهمی در مقاومت و مبارزه علیه رژیم خمینی داره. تا همین چند وقت پیش به عنوان متشکل ترین و تنها نیروی اپوزیسیون همه دشمنان ازش اسم می بردن. یعنی چیز شناخته شده و به رسمیت شناخته شده هستش و مجاهدین نیازی به این ندارن که چیزی رو مصادره بکنن، چون اصلا مقاومت خودشونن. مقاومت متاسفانه در این 40 سال به صورت متشکل، منسجم و پیگیر فقط مجاهدین بودن. دیگر مخالفین بیرانشون بسیار با فاصله سالهای نوری عقبتر هست. من نمیخوام وارد این جزئیات بشم، میخوام بگم که اصلا صحبت از مصادره نیست، صحبت از تقویته. تقویت به چه دلیل؟ در تفاوت با اون حرفی که اون عضو فرشگر زد، اونها میخوان مصادره کنن چون کاری نبودن و نیستن و اومدن روی این حرف خامنه ای سوار شدن که اومد گفت که خاندان پهلوی و مجاهدین این قیام رو سازماندهی کردن. اون اومد رو اون حرف سوار شد، میخواست حرف خامنه ای رو در واقع ازش بهره برداری کنه برای مصادره. خامنه ای اون حرف رو زد برای اینکه صاحبان اصلی مقاومت و صاحبان اصلی قیام رو چهرهشون رو در واقع قاطی کنه، با مخفی کنه، یعنی یک فریبی ایجاد کرد برای اینکه چهره اصلی کسانی که قادرن این رژیم رو زیر بکشن، هماورد این رژیمن رو پنهان بکن. این هم ازش استفاده کرد. حالا بعضی از دوستان به من ایراد میگیرن که تو چرا میگی مجاهدین تنها نیرویی هستن که میتونن این قیام رو به زیر بکشن؟ چرا میگی مجاهدین فقط و فقط و فقط و فقط مجاهدین؟ اولا
اصلا این چیز خوبی نیست، من دلم نمیخواد اینجوری باشه و دلم نمیخواست اینجوری باشه و ای کاش که میشد به طور واقعی تشکل دیگه ای رو پیدا کرد در این 40 سال که به طور واقعی یک قدم جدی تأثیر گذاشت بر علیه این رژیم گذاشته باشه. هر تشکلی که شما درست شده تو این 40 سال برید نگاه کنید، اولش یه اسم بوده و چند تا آدم که به مرور زمان تحلیل رفتن و شدن هیچی، فقط اسم و یکی یا دو تا آدم. همین فرشگر اولش با چه سر و صدایی اومد، بعد تحلیل رفت و چیز شد. اون قغنوس اونقدر با سر و صدا اومدن، الان کجا؟ پس ببینید یه واقعیته، من تقصیر من نیست، تنها تشکل جدی واقعی مؤثر در 40 سال گذشته که به طور فزاینده قوی شده در تمام همه حملات این رژیم در این 40 سال علیهش بوده و این حملات رو همه رو تونسته پس بزنه، مقابله کنه و از هر حمله قوی تر بیرون بیاد. سازمان مجاهدینن، من چه بکنم که این واقعیته، چه بکنم؟ و خب ای کاش که یکی دیگه هم بود مثل دوران شاه که سازمان جنگ فدایی خلق بوده. برگردم به بحثم، اصلا صحبت تقویت قیام هست. کسی که بخواد الان دعوا بکنه سر صاحب قیام بودن، قیام رو تضعیف میکنه. این خواست ما نیست، کما اینکه در سال 88 وقتی که توی خیابونای ایران مردم اومدن، موسوی تو ایران بود، اسم موسوی رو میآوردن، به طور واقعی مجاهدین خیلی راحت عقب نشستن، گفتن ما کاری نیستیم، ما حمایت میکنیم از این قیام. خود آقای رجوی اومد گفت وظیفه ما حمایت از این قیام و تقویتشه، خیلی راحت پس کشیدن چون دنبال چیزی نیستن. اون موقع دنبال تقویت قیام بودن در سال 88. الان هم تقویت قیام از همین میگذره که ما بگیم یک سازمانی با قدرت و با یل و کوپال مجاهدین و با تشکیلات مجاهدین و با نیروی مؤثرش و با رهبریش داره در این قیام نقش بازی میکنه. و این یه حرف نیست. ببینید مجاهدین حرف رو، من این تصحیح اون حرفی که اون دشمن محمد گفته دارم میگم، مجاهدین از 16 ماه پیش همه کارا رو تعطیل کردن، کانون‌های شیرشیری در ایران فرم دادن. این کانون‌ها یه واقعیتی هستند، در چند دوره وارد مرحله عمل شدن. سیما رسانه مجاهدین هر شب 5 یا 6 عملیات از این کانون‌ها نشون میداد. عملیاتشون چی بود؟ همین کاری که الان میکنن، آتش زدن عکسای خمینی، آتش زدن مراکز قدرت یعنی بسیج و دیگران. این کارا رو پس از اون موقع شروع کردن، الان مردم هم اومدن همون کارا رو میکنن. پس این حرف اصلا بیجا نیست. اگر کسی حرف منو قبول نداره، بره سیما رو در یک سال گذشته هر روز ساعت 7 که اخبار شروع میشد ببینه اولین گزارشاتش گزارشته همین کارا بوده یا نبوده. اولین شهید این قیام مال الان نیست، مال یه سال پیشه در آبان. اون فرماندهی که در آبان رفت در موقع انتخابات رفت یه بنر انتخاباتی رو آتیش بزنه، در جا زدنش کشتنه. پس ببینید الان یه خطی که فراگیر شده. حالا اون موقع کانون شورشی شروع کردن، الان کانون شورشی دارن هدایتش میکنن. دلیلش چی که من این حرفو میزنم؟ این حرفو میزنم که رژیم بترسه، این حرفو میزنم که پاسدارا بترسن. نمیخوام مصادره کنم قیام ایرانو. چرا قیام ما خودمون کردیم، چی رو مصادره کنیم؟ میخوام تقویت کنم قیامو. ببینید در قیام های گذشته ما حرکت های سازماندهی شده خطی نداشتیم. شما الان شاهد این هستین که چندین نوع حرکت هست که سازماندهی شده در کل ایران انجام میشه. آتش زدن مراکز اقتصادی رژیم یعنی بانک ها. ببینید در یک گزارش 70 بانک رو در استان فارس، گزارش دقیق نیست ولی گزارشات دقیق از کل ایران نداریم، ولی بدون شک اگر در یک استان 70 بانک باشه، یه چیزی حدود چند صد بانک در ایران به آتش کشیده شده، یعنی مراکز اقتصادی که از دور خارج شدن. بسیج، پایگاه بسیج که بهشون تهاجم شده، آتیش زده شده. ابزار بغلی، وسایل نقلیه نیروهای انتظامی از موتور، ماشین و اتوبوس، اینا با آتیش کشیده شده توسط مردم. اینا یه خطه، یه حرکت خطیه، یعنی همه یک کار مشخصی در سرتاسر ایران کردن. این نمیتونه خود به خود باشه. ببینید حرکت‌های خود به خودی و خودجوش ما در سال 88 دیدیم. شما 3 میلیون تظاهر کننده بیاد تو خیابون، حرکتش خود به خودی و خودجوش باشه، سازماندهی نداشته باشه، به جایی نمیرسه. با 3 میلیون آدم نمیشد به صدا سیما رو گرفت. اون موقع 3 میلیون آدم تو تهران بودن. نمیشد رب بیت خامنه‌ای رو گرفت. نشد چون کسی سازماندهیش نمیکرد، چون کانون شورشی نبود، چون اصلا موسوی‌ها اهل این حرفا نبودن.
نه بلد بودن، نه میخواستن، نه نیروشو داشتن، نه دانششو داشتن. مجاهدین هم بلدن، هم میخوان، هم نیروشو دارن، هم دانششو دارن. ببینید شما در تاریخ 40 ساله تا بهار سه بار سه تا کویر رو تحویل مجاهدین دادن، سه تا بهشت ازش در اومد. یه بار اشرف، یه کویر بود، وقتی ازش اومدن بودن یه بهشت، بهش میگفتن بهشت اون عراق. آلبانی همینطور، مظفرم لیبرتی، یه سنگزار زیر رو بهشون دادن، تبدیلش کردن به یه گلستان. مجاهدین قدرت و خلاقیت ساختن و سازندگی دارن. تشکیلاتشون، نیروی تشکیلاتشون کارایی ساختن داره و میتونه تولید کنه، میتونه به صدا زایش داره. شما هر کاری رو بدید بهشون به دلیل تشکیلات رو انجام میدن. میگید که بهشون بگید که ببینید همین تظاهراتشون رو نگاه کنید، مقایسه کنید با تظاهراتای دیگه، سازماندهیش، به صدا نظمش، پرچم، امکانات، پلکارت ها، اینا همین الان، همین امروز من در یک تظاهرات بودم، اصلا قابل مقایسه نیست با تظاهراتی که مجاهدین برگزار میکنن. اینا واقعیت هاست. این تشکیلات یه نعمته. حالا همین تشکیلات اومده در ایران مهمترین پروژه تاریخ ایران رو میخواد عملی کنه. خب این یه نقطه قدرته و نقطه قوته. چرا من ازش حرف نزنم؟ چرا دیگران ازش حرف نمیزنن؟ برمیگردم به اینکه چرا دیگران ازش حرف نمیزنن، پنهان میکنن و سانسورش میکنن. این تفاوت حرف منه با اون فرشگرد. فرشگردی اومدون میخواد حاصل خونها رو، حاصل قیام رو، همین حاصل کارهای مجاهدین رو با پررویی بخوره. این اعتمادی کیه؟ این قبلا تو دفتر کروبی کار میکرد زمانی که قیام 88 بود. بعد حالا اومده پالوم عوض کرده، شده چی؟ طرفدار پهلوی. بعد اینکه دنبال یه چیزی، میخواد یه چیزی گیرش بیاد. میخواد نون مردم بخو، میخواد خون مردم رو بکنه نون خودش، رهبر بشه. مجاهدین که داستانشو این نیست. حالا مقایسه کردن این دوتا به هم خودش یعنی چی؟ یعنی این که تو مرض داری. اگه مرض نداشتی این دوتا امر کاملا علا حد و متفاوت با هم قاطی نمیکردی. مسئله پس من گفتم مجاهدین قدرت سازندگی دارن. پروژه سرنگونی این قیام، این رژیم رو که اسمش این پروژه رو فقط مجاهدین میتونن به پیش ببرن. یکی از دوستان میگفت چرا میگی فقط مجاهدین؟ به کمک مردم. بله به کمک مردم. بدون کمک مردم هیچ کس هیچ پروژه سرنگونی، هیچ رژیمی رو نمیشه سرنگون کرد. ولی مردم تنها میشن همون 88، مردم تنها میشن همون 96. مردم بایستی هدایت بشن، باید سازماندهی بشن. من دو تا مورد از حرکت خطی رو گفتم، آتش زدن بانک ها و خودروهای به اصطلاح نیروهای انتظامی. یه مورد دیگه رو در رویی و جلوی نیروهای انتظامی ایستادن. اینم یک حرکت خطیه که مجاهدین هم در داخل این حرکت رو انجام میدن و تقویت میکنن و جلوی نیروهای انتظامی میایستن و بابتش خون دادن. اون شهدا خیلی هاشون کسایی بودن که میدونستن دارن چی کار میکنن، آگاهانه یک کار رو میخواست انجام بدن و واسطندن و گلوله خوردن. و یکی در واقع داشتم از این حرکت خطی میگفتم، یکی این که این حرکت ها، این نوع خبررسانی هم باز کاملا متفاوته. شما فیلم هایی که از داخل ایران میاد به گوش نگاه کنید و خیلی هاشون گزارش دارن، یه گزارشگر قشنگ داره توضیح میده من اینجا هستم، اینجا خیابون فلانه، اینجا اسم داره، نیروهای انتظامی اومدن. جنس فیلم ها، جنس گزارشات کاملا مشخصه که ایه جنسه. چه چیزایی رو تو این گزارشات شما میبینید برجسته میشه؟ یک، جایی که نیروهای انتظامی تضعیف میشن، تضعیف نیروهای انتظامی، کوچیک نشون، یعنی بزرگ نکردن نیروهای انتظامی. جایی که مردم نیروهای انتظامی تهاجم میکنن، جایی که نیروهای انتظامی فرار میکنن دست مردم. اکثر گزارشات این نکات رو برجسته میکنن. گزارشاتی که قدرت مردم و قدرت قیام کنندگان رو برجسته میکنه اساساً اکثرا مال همین کانونای شورشی و کسایی که به هر حال در این کار دیگه کار میکنه و اینا همش نشانه هایی از یک حرکت سازمان یافته است. اگر کسی بخواد نفی کنه بکنه، به هر حال حرکت سازمان یافته در ایران هست. آخوندها هم فهمیدن اینو. خامنه ای هم اومد گفت، یه اسم دیگه هم آورد که اسم اصلی رو پنهون کنه. چرا این حرفو میزنم؟ چون ببین خامنه ای هیچ فیلمی علیه پهلوی و اینا درست نکرده تو این 40 سال، ولی امروز تو ایران 500 خورده کتاب علیه مجاهدین چاپ شده تو همین چند سال اخیر. هر شب سریال و فیلم سینمایی پخش کرده از چند تا کانال. پس ببین دشمن اصلی رو هم اون میدونه هم مردم میدونن کیه. اینایی که میان اسمای دیگر رو میارن برای اینکه اون اسم دشمن اصلی، دشمن رژیم رو دارم میگم،
آرزوی مردم و امید مردم، آلترناتیو رو، نیروی سرکوب کننده رو میخوان قایم کنن، اونا میخوان اصل نظام رو در ببرن. حالا در این رابطه من میام به یک سری مثال برای شما در واقع یه سری گزارش از رسانه ها میدم، شما ببینید هر رسانه چقدر که دنبال میکنه. من داشتم بی بی سی رو گوش میکردم و اخبارش دیدم که خیلی عجیبه، این چطوری اومده فعال شده، اخبار رو دائم نشون میده اینا. بعد دیدم اولین کسی که خبر کشته شدن 200 نفر رو داد بی بی سی بود، و اینکه دستگیری بودم مجروح شدن 2000 نفر و مجروحی بیش از 1000 نفر. جنس اخباری که بی بی سی منتشر میکنه رو خواهش میکنم یه بار دیگه برید ببینید، تمام اخبارش اخباری که یه جوری مردم رو بترسونه، یعنی نیروهای انتظامی رو بزرگ نشون میده، فضای امنیتی رو بزرگ نشون میده، تعداد کشته ها رو بزرگ نشون میده، یا خبری که هنوز هیچ کس تایید نکرده اون قاطعانه اومده گفته میخواد مردم رو بترسونه. خطش اینه، بزرگ کردن و ترس، بزرگ کردن نیروهای انتظامی، بزرگ کردن قدرت رژیم، بزرگترین بزرگ کردن قدرت و قدرت کشتار و سرکوب، و از اون بدتر فاجعه مشروع کردن کشتار مردم. دیشب یک نفر رو آورده به عنوان پژوهشگر از نمیدونم آمریکا، طرف اومده با تکیه بر یک تز تئوری که بالای یک به اصطلاح جامعه شناسی هستش که در رابطه با جامعه غربی داره حرف میزنه، میگه که آقا چون ما به یه دولتی اوکی دادیم، بهش قبولش کردیم، بهش رأی دادیم، یعنی به نیروی پلیسش اجازه دادیم که بیاد ما رو بکشه و سرکوب کنه. این رو با همین کلمات گفته تو بی بی سی، الان تو تمام فضای مجازی شده یه بار دیگه آبروی بی بی سی اینطوری داره در واقع، با همیشه آبروش رفته بود آیتول بی بی سی، ولی اینطوری دیگه به عیان. یه بار اون فرناز قاضی زاده اومد گفتش که برای چی نکشن نیروهای مخالفو، دولت‌ها همه نیروهای مخالفو میکشن، خب چرا نکشن؟ یه بار اونو گفت که الان مونده به عنوان سند به اصطلاح این که کشتار معترضین رو بی بی سی تجویز میکنه به رژیم و با سفید میکنه. یه بارم دیشب یه کارشناس بود که میگفت بله چون ما رأی دادیم به این دولت، دولت پلیسش حق داره آدم بکشه، مضاف بر این که اولا همچی چیزی در جوامع غربی و اروپایی هم به این صورت اصلا نیست، در همه جوامع غربی پلیس رو محاکمه میکنن به خاطر سوء استفاده از قدرت، و ما در این با یک دیکتاتوری صحبت میکنیم که یه قلم 30,000 تا آدم رو تو 2 ماه کشته. اون به اصطلاح تحلیلگر و پژوهشگر جنایتکاری که از بسیجی و پاسدار جنایتکار هست و میاد توی بی بی سی میگه پلیس اجازه داره مردم رو بکشه، این حقیقت تو که مردم هرگز به این دولت رأی ندادن یک، و اینکه این دولت دولت جنایتکاری است که از کشتار در این 40 سال هرگز ابا نداشته و در خارج از مرزهای ایران 500,000 نفر رو با بشقایی چیز کشته، اینا رو میذاره کنار. چرا میخواد کشتن رو توجیه کنه یک، و دومی که بگه نیروی کشتارگر و سرکوبگر قویه. برای همین اکثر فیلم هایی که منتشر میکنه جاهایی که بسیجی ها اینا حمله میکنن، تهاجم میکنن، هرگز فیلم هایی رو که فرار میکنن دست مردم، فیلم هایی که مردم تعرض میکنن، فیلم هایی که این فیلم ها رو نشون نمیده. این خط بی بی سیه، ترسوندن مردم. حالا ایران اینترنشنال چیکار میکنه؟ از همون روز اول اومد از صبح یه فیلمی از سال 96 نشون داد که بعداً فهمیدن افتضاح ورش داشتن، فیلمایی که ساختگی معلومه این سینما درست شده که اسم خاندان پهلوی رو میاره، سلطنت که مردم بیرونش کردن، مردم برای بیرون کردنش خون دادن، علیهش انقلاب کردن، دیکتاتوری که در ایران حاکم بوده و رفته، با پر روی تمام اینو میاره لانسه میکنه. از صبح بیانیه فرح پهلوی که عنصر اصلی یکی عنصر جدی بوده در سطح دیکتاتوری پیشین با هر چهره‌ای، بعدش هم اومدن در خارج در این 40 سال پول‌های مردم ایران رو آوردن، خوردن، دزدیدن، هرگز به این رژیم کاری نداشتن، الان که مردم قیام کردن اومدن میوه چینی کنن، پشت سر هم پیام میدن برای مردم، اینا رو منتشر میکنه. بیانیه نمیدونم پسر شاه رو منتشر میکنه، صبح تا شب تحلیلگرایی رو میاره که بیان بگن مردم تو خیابون اسم خاندان پهلوی رو آوردن. یک کلمه من گفتم که خانم رجبی هم بیانیه داده، فوری جلوم رو گرفت گویند چیز مجری برنامه، و بعدش هم دیگه اصلا گزارش رو منتشر نکردن، به خود منم کپیشو نمیدن. فقط تنها کسی که راجب مجاهدین حرف زده در این 5 روز فقط من بودم، هیچ گفت تحلیلگر یا هیچ پژوهشگری نبودن که یک کلمه
علی‌رغم اینکه خامنه ای هم اسم پهلوی رو برده هم اسم مجاهدین رو برده، هیچ کس نیومده که بگه مجاهدین بودن یا نبودن، اصلا اجازه نمیده کسی از مجاهدین بیان. این خط ایران اینترنشنال هست، چی؟ تبلیغ برای خاندان پهلوی، مصادره کردن قیام مردم. این خط با خط بی بی سی خیلی فرق نداره. بی بی سی میخواد رژیم نخوره زمین، قوی نشورش میده، میگه که نیروهای نظامیش قوی هستن تا مردم بترسن، قیام پا نگیره، دامن پیدا نکنه. این میخواد با یک چیز واهی که هیچ وقت نمیتونه واقعیت پیدا کنه، خاندان پهلوی رو به یک به صلاح واقعیت گذشته ایرانه که برای همیشه جواب تاریخیش رو مردم ایران دادن، هیچ وقت نمیتونه یک راه حل و یک آینده باشه. تبلیغ، با تبلیغ میخوان همون کاری رو که قبلا در تاریخ این کار رو کردن، قاجار رو با پهلوی عوض کردن، ستارخان رو کشتن، قاجار رو با پهلوی عوض کردن، این کاری که کردن میخوان این فکر میکنن این کار رو میشه دوباره کرد. نمیفهمن که اون موقع ستارخان تشکیلات نداشت، چیزی که امروز مجاهدین دارن. نمیفهمن که اگر مصدق خورد زمین به خاطر اینکه تشکیلات نداشت که بیاد جلوی 10 تا آدم که نذاره 20 تا بسیار چماغدار و شبون بیمخ بیان خونش آتیش بکشن، 10 تا آدم متشکل نداشت. این چیزها رو الان تاریخ ایران درس گرفته، الان داره، مردم ایران تشکیلات دارن، سازماندهی دارن. دیگه نمیشه قاجار رو با پهلوی عوض کرد، پهلوی رو با آخون، آخون رو با پهلوی، تموم شده این دور. منتها تلاش خودشونو میکنن و این خطیه که ایران اینترنشنال پیش میبره. امروز رفتن دوباره مسابقه پسر شهر، مسابقه اختصاصی گرفتن و بردن. پس ببینید، آگاهانه، مصرانه، با وقاحت و پررویی حرف اصلی مردم ایران، حرف بخش اصلی جامعه ایران، حرف مقاومت ایران رو سانسور میکنه. این یک واقعیتی که پیش روی شما هست. ازتون خواهش میکنم با این نگاه برین این دوتا رسانه رو نگاه کنید. یکی از کارهای دیگرشون، هر دوشو، اینه که اخباری رو که مجاهدین و مقاومت ایران منتشر میکنن رو سانسور میکنن. حالا بی بی سی مشخصا اخباری که توش مردم پیروز هستن، قیام پیش میره، نشون میده قدرت قیام رو، مثلا آتش زدن بانک‌ها، اینا رو کلا سانسور میکنه. اینترنشنال کمتر، ولی عوضش مثلا فرض کنیم که گزارشاتی که نشون میده که تنها منبع خبر درست، منشأ خبر درست مقاومته، چون خبرش رو از داخل میگیره، اخبارش دقیقه با سنده. مثلا چی؟ گزارشات بی سیمی، بی سیم های پاسدارا و سپاه و بسیج رو مجاهدین با صدای رسمی پاسدارا، یعنی کپی کردن این صدا رو گرفتن و اینا رو منتشر میکنن. هیچ کدوم از این رسانه ها، نه بی بی سی، نه صدای آمریکا، نه دیگران، اینا رو بازپخش نمیکنن. چرا؟ چون اگه اینا رو بازپخش کنن یه چیزی رو نشون میدن که دیگران ندارن. کسی که قدرت داره بره مکالمات بی سیمی نیروهای سرکوبگر رو پخش کنه، بیاره تو تلویزیونش پخش کنه، یعنی این مکالمات رو گوش میده، یعنی میتونه از این مکالمات بفهمه که پاسدارا میخوان چیکار کنن، یعنی میتونه نیروی سرکوبگر رو خونسا کنه در داخل. این قدرت واقعیه، قدرت این مقاومته. نشانش رو کجا میشه دید؟ توی سیمای آزادی، توی سیمای مقاومت. این اخبار رو منتشر نمیکنن، اگه منتشر کنن فرق اون فرشگردی خالی بنده مصادره چیه به اصطلاح که میخواد خون مردم رو بخوره، با کسی که تو خیابونای تهران داره گزارشات بی سیمی رو کپی میکنه، ضبط میکنه، میفرسته برای اینکه سیما بازتاب بده بهش، فرقش معلوم میشه. اونا هرگز نمیتونن از این کار بکنن چون نیروشو ندارن، تشکیلاتشو ندارن. مجاهدین تشکیلاتشو دارن، بیلان تشکیلاتشو از 16 ماه پیش شروع کردن منتشر کردن، بیلان کانونای شورشی مالی از حداقل 16 ماه پیش به این طرفه و کسی اینو نمیتونه انکار کنه. پس با سانسور اخباری که مجاهدین منتشر میکنن قیام رو ضعیف میکنن، قیام رو تضعیف میکنن. شما وقتی میبینی که سیمای آزادی مکالمات بی سیمی رو منتشر میکنه، کیف میکنی، صفا میکنی، میگه آه پس ما میتونیم بفهمیم اینا چیکار میکنن. ولی کسایی که سیما رو نمیبینن، این اخبار رو نمیتونن ببینن، خب این احساس رو پیدا نمیکنن. پس سیمای آزادی داره تقویت میکنه قیام رو، مستقل از این که تبلیغی هم نمیکنه اصلا که قیام رو ما میکنیم یا نمیکنیم، من این حرفا رو میزنم، مستقل از اینکه چی میشه داره قیام رو تقویت میکنه. اونا قیام رو تضعیف میکنن با سانسور اخبار، با
به اصطلاح دستچین کردن اخبار به شیوهی که میخوان. من فکر میکنم که نکات مهم رو گفتم. زیرنویسایی که در سیمای آزادی هست رهنمودهای مشخصی رو میده برای حل مشکلات موضعی قیام. مثلا قطع اینترنت میگه چیکار کنید، نمیدونم مسئله گاز اشکاور، رهنمودهای مشخصی رو در پایین اون زیرنویسای سیما هست. شما همین زیرنویسا رو مقایسه کنید با دیگران، میبینید زیرنویسایی که سیمای آزادی میده مستمرا کمک میکنه به مسئله مشخص قیام کننده ها چطوری با گاز اشکاور مقابله کنن. میگه با نیروهای انتظامی چطوری مقابله کنیم. مثال براتون میزنم، میگه هیچ وقت تنهایی نرید تو کوچه ها به قیام کننده ها، داره بهشون رهنمود میده. اینا این چیزایی که سال 88 نبوده، قیام کننده ها دستگیر شدن بردن کشتنشون، سال 96 نبوده کمتر بوده. الان با گفتن هر کدوم از این رهنمودها قیام کننده ها حفظ میشن. بهشون میگه تنها نرید تو کوچه ها، حرکتاتون جمعی باشه، هرگز جدا نیفتید از هم دیگه، یعنی حرکت های مشخصی که اگه بخونید یکی دوتا نیست که بهشون کمک میکنه. اینکه چطوری ارتباطات برقرار کنید، اینکه مثلا کنار سفارت ها خط اینترنت بازه، کنار خیلی از دانشگاه ها خط اینترنت بازه، اینکه بتونن اخبار رو منتقل کنن، رهنمودهای مشخص عملی. این هم رو شما فقط در زیرنویس های سیمای آزادی میبینید، در تلویزیون های دیگه نیست. این چون هم ندارن، هم اصلا دغدغه شون این نیست. اونا میخوان حاصل کار دیگران رو بخورن. بی بی سی هم که میخواد اصلا این رژیم عوض نشه. این تفاوت ها رو من در جزئیات گفتم. اگر که نکته‌ای به نظرتون میرسه میتونید به صورت کامنت بذارید و از توجهتون ممنون هستم. من هر روز یک لایف خواهم داشت در دوران قیام، لایف ویژه. شاید بتونیم این لایف رو میزانش رو طولانی تر بکنیم، زمانش رو طولانی تر بکنیم اگه لازم باشه. و من فردا در تظاهرات خواهم بود، تظاهراتی که در حمایت از قیام برگزار میشه، و سعی میکنم از همونجا باز دوباره گزارش لایف در اختیار شما بذارم. از توجهتون متشکرم. به امید آزادی مردم ایران.